آقای فدایی، اگر از خاطرات دوران گذشته چیزی که به نظر شما جالب باشه لطفاً اگر بگین، گرچه من یک از داستان‌های شما را ثبت کرده بودم متاسفانه پیدا نکردم، اگر از اون دوران چیزی به حافظه شما مانده باشه اگر لطفاً در این رابطه صحبت کنه. بله، خدمت شما عرض کنم که ما یک خاطری از جمله خاطراتی که داریم، ما یک خاطری از سال 1351 داریم که خود ما بقلنو به فواید عامی قلنو مقرر شدم که اونجا کار میکردیم میروان. در این حال یک صفحه از اتفاق اسلام ما عهده‌دار شدیم که از بنام صفحه بادغیس باز شده بود اونجا و همراه مدیر اطلاعات و کلتور اینجی چیز شدیم که و مون سفر ما عهده‌دار شده بودیم که مضامین از او ترتیب کنیم و به اینجی به نام بادغیس صفحه یاد می شد، نشر می شد. خلاصه یک زمانی بود که همی قاطی شده بود، بسیار قاطی شدیدی، مردم بسیار از گشنگی تلف میشد. ما با قلنو هم همی رو همی حال جریان داشت و مردم خیلی تلف شدن، مردمان صحرانشین و بادیه نشین اینا خیلی تلف شدن. همون سال گشنگی بود و دیگه بود. سعی میروان ما هم و همونجی از طرف ولایت هیئت بازار مقرر بودیم که به این نونوه یا چی میکردیم نظارت داشتیم که همون آردر که دولت میداد برای اینا، اینا پخته کنن و درستی پخته کنن و مردم چی کنن. همین بود که یک رو شاروالی بودی از جنوبی وال بود، جلاد خان، جلاد خان میگفتم. سعی میروان ای چی کرده بود؟ همی نفر از این از بازار ماس استونده بود و مثل که همون مردکی ماس فروش هم همون یک روپیه گیرونتر داده بود همون ماسر بری از این همون یک روپیه دو روپیه گرونتر داده بود. این جارچین انداخته بود که قیمت ماسر چی میکرد، جار میزد. اینجا خیلی جای تعجب بود، مردم گفتن تو ببین این مردکه ابلر که مردم از گشنگی میموره این قیمت ماسر جار میزنه. با همونجا به یک دکان نشسته بودیم، دیدیم رفیقا همینجا به ما گفتن، ما قسم دادن که تو والا یک چیزی به همین چیکو یک دو صفت شعر به همین موضوع کمی همین تو چیکون تنظامیز چیکون کرد نشر شده به همین روزنامه. خب من ساختم نوشته کردم که ای یوحناس از اوناس و ذکور، ای گروهی گرسنه رنجور، گر شکر وقف قد سالی شد، نرخ نان گر به چرخ تالی شد، گر که انبانتان ز قله توهیست، چی غم اکنون زمانه رو به بیهیست، سبزه بسیار رست غم نخورید، از گیاهان دشت کم نخورید. این شنیدم که باز در بازار جار زد شاروالی غمخوار، بر شما مژده باد ارزانی، ماس شد په و چار افغانی. خب این باید روزنامه نشر شد و روزنامه وقتی که آمد این روزنامه رو بردشته بود همین چاروال رفته بود به پیش والی که ببینین که مار مسخره کردم این به چار چیز کردن. والی هم بریادی گفته بود خب خدا داده دیگه تو قیمت ما سر چری جار بزنی. گفتی خود دیگه نویسنده ها گفت ولی ما گرفته نمیتونیم دیگه، خود تو خودی ها برو
هر گپی داری که خوب گله گله وارونی واده بود که آمد به اداره فواید آمه همونجی بسیار کمی پرپر رفتم هم عصبانی شدم به سر از ای بدر کردیم از اداره بسیار چیز رفت دیگه رد کار خوب بعد از این باید دوباره رفته بود پیش ولی که با ما بیورمتی کرده و چکار شد ولی گفته بود برادر ما نمیتونیم بود اینا کاری گرفته نویسنده هم اینا شوهی دیگه خب تو کار بعدی کردی که تو نرخ ماسر چی کردی بودی دیگه خاطر خوشی بودم این دیگه ما شما رو باز بعد از او دوری که یک دفعه شنیدم شما رو به یک شهر دیگه روان کرده بودن ها دیگه او که بعد از او بود دیگه باز او به خاطر همی بود که همون گندم امدادی که آمده بود ولی و مدیر زراعت و قماندان امنیه و مدیر انکشاف محل و اینا صاحب میروان همی گندم شو ارباب در گدام وا می شد و ارباب مردم ندادن اینا گندم رو انبار کردن و صاحب میروان در بسته کردن و مردم هم بیچاره مردم می آمد بارکش مردم مالدار و بدیه نشین ها با امید عدی که گندم چیز کمکی آمده و با ما دولت چی کنه اینا هم نمی دادن و صاحب میروان گندم وقتی که ما می شنیدیم که شو در گدام وا می شه و میرن صاحب میروان قلر به شو به در میکنن اربابا و دگه و مدیر زراعت و دگه و قماندان امنیه و هر کدام از اینا بخو میبرن ولی به مردم نمیدن من صاحب میروانی جریانر به شعر نوشته کردیم صاحب میروان به چاپ شد به اتفاق اسلام اتفاق اسلام وقتی که به کابل رفته بود بعد مرحوم بشیر به جریده ترجمان ایر نشر کرده بود این سر صدا خیلی به کابل سر صدا بلند شده بود صاحب میروان این همین روزنامه برسیده بود تا دست چه داود خان صاحب میروان بعد از این چیزی هیئت تعیین کرد بیامدن و چیز به قلنو آمدن و ولی و مدیر زراعت و مدیر انکشاف و محل و قماندان امنیر همه اینا رو انداختن به تیاره بردن به کابل بردن دیگه خب چون هیئتی که آمده بود یکی چیز بود از جمله هیئت یکی عبدالله خان ملکیار بود این ولی هم از ملکیارا بود خب ولی پس چاره خور کرد با پشتیبانی عبدالله خان و دیگه اونا دیگه باز موقوف شدن رفتن از چیز بعد از که ولی آمد خودی ما چیز شد برخلافی کرد و صاحب میروان در صدد عزی بود که با ما چیز یک چیز درست کنه یک دسیسی به شما درست کنه یک چیز مر به حیث رئیس هیئت به چیز مقرر کرد به کشک که بریم گندم رو تعویضی کنیم و گندم رو شیر و خشک و نمیدانم شکر و چی و چی و چی تعویضی کنیم بعد از اون بری از اونجی پاس چی کرده بود که ای آدمت باید شما هر تایی میشه بری جوسیه درست کنیم بسره ای کنیم خب از اون جمله هم یکی رمانبای بود که خورزادی از اون پیش ما عسکر معاویر بود خب او به ما خبر آورد که اگر بزی هیئتی که مقرر شدین نریم با کشت خب باز ما نرفتیم دیگه بعد از اون خب روغی مریضی بودیشون رفتیم با کابل خور تبدیل کردم بعد از تبدیلی بعد پشت ما دیگه باز ولی بسیار تخریب کاری کرده بود و ما فوای دامه نوشته کرده بود که یادم ماجراجویی و ما نمیخواهیم که دستگاه دولت مسلط نیه
چیه و چیه و چیه و وقتم تا این جریان این دوران پیدا کرده بود تا این جریان به وقت داوود خان که کودتای بعد از کودتای داوود خان ما دیگه چیز کردن از کار رسمی برطرف شده باید نشست کردن دیگه چیز تقاوت دادن ما از کار یعنی در اتفاق اسلام در 60-70 سال گذشته مسائل بسیار انتقادی به نشر می رسیده بله؟ بله اما وقت هم خب امو یک مدیری که آمده بود به نام آقای مجاهد اون نمیدانم که ایشتو آدم خیلی دلاوری بود خورب و چیزی بود با ما چی کرد که تو که اگه هرچی بنویسی ما چی میکنیم نشر میکنیم بدون سانسور ما نشر میکنیم امو تا هم شده بود دیگه من خیلی چیزهای نوشته کردم بود اینجا حتی یکی با نوشته با زیر عنوان بر مزار و مادر نوشته کرده بودم که خیلی ولی دیگه علاینه در اونجا چی کرده بودم رسوا کرده بودم در اون کدام ولی بودی وقت؟ نوشته امین نورحمد ملکیار بود از کدام والی ها نسبتاً خاطره خوشی دارین شما در هرات؟ والله از والی ها یکی از سریاور خاطره خوشی داریم چند وقت سریاور که خودی و نظامی بود که اینجا والی شد سریاور اعلی حضرت بود عبدالغفور خان سریاور که از او خیلی چیز خوب از این قلام فاروق خان و عبدالله خان ملکیار اینا چطور اینا دوری ملکیار دیگه ما خیلی جوان بچه بودیم دیگه خیلی چی نبود ملکیار آدم خوبی بود ملکیار هرات دوست بود دیگه از این که ملکیار هرات دوست بود خیلی مثل از او ولی دیگه نیامد که به ایراد خدمت کنه و خیلی ایراد دوست داشت خب بسیار تشکر فکر میکنم که اگر من بتونم شعر شما رو کامل به اتفاق اسلام پیدا بکنم بسیار جالب است و امتنان عزیز شهروندان هرات و جوانان خصوصا بدونن که مردم هرات شعرا و نویسندگان در همون زمان ها هم تا حد که امکان داشت مسائل انتقادی رو مطرح میکردن و حراس نداشتن بله مطرح میکردن خب آقای فدایی بسیار تشکر و امیدوار هستم که باز در چند روز آینده بازم شما رو ببینم خاطرات دیگر با شما داشته باشم